ارتباط برقرار شده. اگر موافق باشید که دوستان عزیز، همونطور که وعده داده بودیم، سرکار خانم یلدا غنی در خدمتشون هستیم، مشاور امور مهاجرتی از تورنتو کانادا، و از خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خانم غنی، اگر صدای بنده رو میشنوید، عرض سلام ما رو بپذیرید. سلام، منم سلام عرض می کنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. اجازه بدید ازتون تشکر بکنم اول برای اینکه از من دعوت کردید. امیدوارم که مبحث امروز برای مخاطبین عزیز شما در واقع مفید واقع بشه. و ضمن اینکه خواستم ازتون تشکر بکنم از اینکه کلاً این برنامه رو تدارک چیدید و دغدغه من هستید برای کامیونیتی ایرانی. خیلی متشکرم سرکار خانم غنی عزیز. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. مرسی که قبول زحمت کردید. خب اگر که مایل هستید آخرین آپدیت ها رو در مورد قوانین ویزای دانشجویی بفرمایید تا ما وارد سوالات بشیم. در خدمتتون هستم. ببینید، بعد از اینکه در واقع پندمیک بودن شرایط ویروس کرونا اعلام شد، خب اداره مهاجرت یک travel restriction، یعنی محدودیت سفر قرار دادن روی برای مسافران کانادایی. البته کسانی که اقامت دائم یا PR بودن به راحتی میتونستن برگردن و یک مدتی travel restriction وجود داشت و در تاریخ 18 مارچ exemption ها، یعنی معافیت ها رو اعلام کردن که یک چند گروه هستن. من به صورت خیلی خلاصه اینها رو بررسی میکنم و با یه تمرکز بیشتری روی دانشجویان بین المللی سعی میکنم که در واقع یه سری کلاریفیکیشن انجام بدم. فرمایشتون رو بفرمایید. تمام شد؟ گروه اول در واقع خانواده درجه یک پیار ها، یعنی کسانی که اقامت دائم دارند یا سیتیزن هستند و حتی دانشجویان بین المللی. بعد از چند روز اعلام شد که خانواده هاشون میتونن برای ریونیفیکیشن به کانادا بیان. البته مسئله که در این بخش خیلی مهمه این هست که حتما از قبل آتوریزیشن بگیرن، یعنی حتی با وجود اینکه اداره مهاجرت برای بعضی ها گفته آتوریزیشن لازم نیست، ولی متاسفانه ما کیس هایی رو دیدیم که آمدن اینجا و در مرز کانادا پلیس CBSA بهشون اجازه ورود به کانادا رو نداد و مجبور شدن برگردن به ایران. گروه دوم فاین ورکرز هستند، یعنی کارگران خارجی که اگر حیطه کاریشون اسنشال باشه میتونن وارد کانادا بشن. گروه سوم اینترنشنال استودنت ها هستند. اینترنشنال استودنت ها کسانی که قبل از 18 مارچ و یا روز 18 مارچ استادی پرمیتشون، یعنی مجوز تحصیل یا نامه تاییدیه مجوز تحصیلشون رو گرفتن، میتونن وارد کانادا بشن. اما باقی افراد نمیتونن متاسفانه وارد کانادا بشن. و حالا من مجددا برمیگردم به این بخش و توضیح میدم. گروه بعدی در واقع protected person هستن، یعنی کسانی که در پروسه پناهندگی هستن و refugee travel documentشون رو گرفتن، این افراد هم میتونن برگردن به کانادا. گروه بعد permanent resident applicants هستند، یعنی کسانی که درخواست اقامت دائم دادن و اقامت دائمشون در واقع اپروف شده، این افراد هم میتونن به کانادا برگردن. و گروه بعد شامل خدمه پرواز و مسافران ترانزیت میشه. حالا اگه بخوام با یه فوکس بیشتر روی اینترنشنال استودنت براتون توضیح بدم، افرادی که بعد از تاریخ 18 مارچ استادی پرمیتشون رو دریافت کردن یا به هر دلیلی نمیتونن وارد کانادا بشن، دولت کانادا خوشبختانه زمینه تحصیل آنلاین رو فراهم کرد و این افراد میتونن از در واقع بک هوم، از همون جایی که هستن، تحصیل آنلاین رو انجام بدن. خب نگرانی که برای تحصیل آنلاین وجود داشت همیشه این بود که یکی از شرایط اصلی برای درخواست پست گریجویت ورک پرمیت این بود که تحصیل هیچ بخشش به صورت آنلاین نبوده باشه، یعنی کسانی که میخواستن اجازه کار پس از فارغ التحصیلی دریافت بکنند نباید هیچ بخشی از تحصیلشون آنلاین میبود. ولی اداره مهاجرت همکاری کردند و خوشبختانه گفتن کسانی که به خاطر شرایط پندمیک تحصیلشون به صورت آنلاین انجام شده میتونن درخواست پست گریجویت ورک پرمیت هم بکنن.
مادامی که این تحصیل آنلاین کمتر از 50% کل تحصیلشون رو شامل میشه. این خب یک توضیحات جامعی بود، فقط بر اساس در واقع خیلی فهرستوار خواستم اینو خدمتون بگم. در مورد اینکه یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره این هست که تمام افرادی که وارد کانادا میشن، حتی اگر معاف هستن یا اینکه شهروند یا مقیم دائم کانادا هستن، حتما باید به قرنطینه اجباری توجه بکنند. یعنی باید پلن قرنطینه اجباریشون رو از قبل داشته باشند، مشخص باشه که کجا میرند، چه کسی براشون خرید انجام میده، و این قرنطینه اجباری رو حتما ازشون هم در فرودگاه هم در حین سفر ازشون جویا میشن. و در واقع در زمانی که ایشون در فرودگاه هستند، یعنی مسافر در فرودگاه هستند، هلث چک میشن، سلامتیشون رو چک میکنند. اگر که سیمتوم نداشته باشند اجازه دارند که وارد هواپیما بشن. خیلی متشکرم. و خواهش میکنم. بله، باز مورد دیگه ای هست یعنی جزء فهرستتون؟ فقط مطلبی که خواستم اضافه بکنم، احتمالاً بخش زیادی از سوالها مربوط به این هیته میشه، این هست که نحوه بررسی پرونده های مهاجرتی در حال حاضر به چه صورته؟ بله. خب پس اگه چیزی بدیم من وارد سوالات بشم، حالا سوالات بیشتر هدایت خواهد که بحث ما رو هم. دوستی برامو نوشتن من سال گذشته با ویزای دانشجویی آمدم کانادا، ولی هزینه های دانشجویی بین المللی باعث شده فعلا این ترم درس بر ندارم و از طرفی ویزام سال آینده هم منقضی میشه. بنده چه گزینه هایی دارم؟ بله، ببینید این دوست عزیز باید در نظر داشته باشن که هر کس که داخل کانادا وجود داره حتما باید استاتوس داشته باشه، یعنی باید یک وضعیت مهاجرتی مشخصی داشته باشن. اگر که این دوست عزیز ثبت نام نکردن دچار مشکل میشن. ایشون میتونن در واقع درخواست مرخصی بدن و حدود 150 روز روی مرخصی تحصیلی باشن تا بعد از اینکه شرایط بهتر بشه ایشون بتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن، یا اینکه باید شیفت بکنن روی یک وضعیت مهاجرتی دیگه مثل ویزیتور یا هر چیز دیگه. بله خیلی متشکر. پرسش دیگه این هست که کسانی که در ایران برای ویزیتور ویزا اقدام کردن و ویزای ویزیتوریشون قبول شده ولی هنوز مهر ویزا در پاسپورتشون نخورده شده، خب به خاطر حالا بسته شدن پروازها نمیتونن برن راحت و یا مدارک نمیتونن بفرستن ترکیه یا جای دیگه، با گذشت 3 ماه برنامه این افراد چطور میشه با توجه به اینکه حالا محدودیتی دارن؟ آیا باز تمدید میشه یا باید بله. ببینید اداره مهاجرت از 30 روز تمدید کرد به 90 روز و من خودم با اداره مهاجرت کامیکیشن داشتم و برای من ایمیل زدن این رو اسپسیفیکلی که نگران نباشن، کسی به خاطر این شرایط ریفیوز نخواهد شد، یعنی اگر این 90 روز هم برسه مجدد تمدید خواهد شد. خیلی متشکر. پرسش دیگر، آیا کمک هزینه دولت فدرال که هفته گذشته اعلام شد شامل حال دانشجویان بین المللی هم می شود؟ یعنی همون شرایط دارن با توجه به ساعت کاری که میتونن کار کنن؟ بله، ببینید دانشجویان بین المللی اگر که قبل از در واقع پندمیک سر کار می رفتن، مشغول به کار بودن و درآمد ساخته بودن، مثل همون شرایط که برای کانادایی ها اعلام کردن، در اون صورت الیجیبل هستن که اپلای بکنن برای کمک هزینه. اما اگر سر کار نمی رفتن خیر، این کمک هزینه فقط به دانشجوهای محلی و رزیدنت تعلق می گیره. ممنون. پرسش بعدین هست که در مورد بازگشایی سفارت برای انجام بیومتریک، حالا اگر توضیح هست اطلاعی دارید بفرمایید. همونطور که خدمتون گفتم دقیقا مثل قضیه پاسپورت ریکوست، بایومتریک هم به همون شکل، چون اکثر ویزا آفیس ها و بایومتریک در واقع وی ای سی آفیس ها بسته هستن در حال حاضر، تمدید شده و تمدید میشه، یعنی کسی به خاطر این مسئله ریجکت و ریفیوز نمیشه، ولی هنوز اعلام نکردن که تاریخ بازگشایی دقیق چه زمانیه.
بله، پس من سوالی دیگه ای در ارتباط با مسائل مربوط به دانشجویان اومده همین حالا بپرسم از خواهش میکنم. خدمتتون. دانشجویی که درسش تمام شده و برای اوپن ورک پرمیت باید اقدام بکنه، هنوز شغلی هم در نوک A یا B نداره، میتونه همزمان برای همسرش هم درخواست ورک پرمیت بده؟ اول باید ایشون برن سر کار و بعد از اینکه در واقع ایشون اپروف شد پست گریجویت ورک پرمیتشون، میتونن درخواست کار برای همسرشون هم بدن. پرسش دیگه این هست که اگر کسی گرین کارت امریکا رو داشته باشه، چه شرایطی لازمه که کسب بکنه برای درس خواندن در کانادا؟ آیا همونطوری که مثلا شهروندان ایرانی هستن؟ بله، ببینید، در واقع کسانی که گرین کارت دارند فقط ویزا احتیاج ندارند، ولی همچنان استادی پرمیت احتیاج دارند. یعنی بعد از اینکه پذیرش گرفتن، درخواست استادی پرمیت میدن و میتونن وارد کانادا بشن و تحصیل بکنن. بله، خب از قسمت دانشجوی مقدار اگر اجازه بدین فاصله بگیریم. پرسش های زیادی بوده در مورد کسانی که حالا به صورت پناهندگی در اینجا هستند و یکی از سوالات این بوده کسانی که حالا در دادگاه کیسشون رد شده و اپیل کردند و حالا دادگاه ها برگزار نمیشه، آیا اطلاعی از زمان تشکیل دادگاه ها وجود داره یا اینکه چقدر باید صبر بکنن تا پاسخ حالا اون اپیلی که دادن بیاد، دادگاه اپیلشون برگزار بشه؟ و بخش دوم سوالشون اینه که این افراد حالا روی یک فدرال ایدی بودن که از دولت میگرفتن، لیگال اید بودن، آیا میتونن بعد از اینکه در این فاصله باز تمدیدش بکنن این اید رو بگیرن یا خیر؟ در ارتباط با بازگشایی مجدد دادگاه ها هنوز تاریخ دقیقی اعلام نشده متاسفانه و این افراد همچنان باید منتظر اخبار باشن که ببینیم کی تاریخ بازگشایی اعلام میشه. در خصوص لیگال اید یک کمی شرایط فرق کرده و بهتره که با نهادهای مرتبط با این لیگال اید تماس داشته باشن که اطلاعات دقیق رو بگیرن. خیلی متشکرم. و مجدداً سوال در ارتباط با دوستانی که حالا به صورت رفیوجی اینجا هستن، میگن که من پناهنده هستم، در دو نوبت دادگاه ایشون به دلیل پندمی که اتفاق افتاده کنسل شده، در نوبت دوم در ماه مارچ بوده و و فرزند ایشون در کانادا متولد شده، خب یه بچه کوچک زیر 2 سال هست که از پدرش دوره، پدر در ایرانه. میخوام بدونن آیا میتونن حالا با توجه به که دادگاه مشخصی است که باز میشه، که رسیدگی میشه به پرونده ایشون، آیا جایی هست که بتونن نامه نگاری بکنن، شرایطشون توضیح بدن، حالا از راه های انسان دوستانه و یا حقوق بشری بتونن جلو بندازن کارشون و دادگاهشون تسریع بشه؟ ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، برای ورود به کانادا باید authorization دریافت بکنن و اداره مهاجرت به شدت داره سختگیرانه با صدور این authorization و مجوزها، خیلی سختگیرانه برخورد میکنه. و چند روز قبل دوباره اینها یک آپدیتی گذاشتن و گفتن به سفری ضروری لفظ ضروری تعلق میگیره که نان آپشنال و نان دیسکریشنری باشه، یعنی خارج از اختیار باشه. متاسفانه این دلایل خارج از اختیار محسوب نمیشن و همونطور که خدمتون عرض کردم، حتی ما یک موردی داشتیم، یک خانم اینجا داشتن زایمان میکردن و پدر مادرشون، خانم اینجا پیار بودن، پدر مادرشون هم ویزا داشتن، آمدن وارد فرودگاه شدن، پلیس سی بی اس ای بهشون اجازه ورود نداد و اداره مهاجرت ازشون خواست که لیف بکنن. بنابراین خیلی سختگیرانه برخورد میکنن و اگر میخوان وارد کانادا بشن حتما درخواست مجوز اول بدن. بله، خیلی متشکرم. و این درخواست مجوز، یه توضیح دیگه میفرمایید چطور باید درخواستش رو بدن؟ بله، درخواست مجوز رو در واقع روی وبسایت اداره مهاجرت برن، روی بخش اگزمشن ها یک لینکی گذاشتن برای اینکه درخواستشون رو اگر خودشون میخوان در واقع اقدام بکنن، لینکی وجود داره که میتونن به اونجا رجوع بکنن. یک سری required document ازشون میخواد، مدارک رو آماده میکنن، سکن میکنن و درخواست رو میفرستن و اگر که eligible باشن بهشون جواب میدن که در واقع با درخواستشون موافقت شده. و کسانی که وکیل دارن، خب وکیلشون قاعدتا باید این کار براشون انجام بده. درسته. بله، دوستی هم حالا سوالی که پرسیدن، میگن که چطور از ایران باید میتونن، حالا خارج از موضوع هست ولی اصرار دارن که ما بپرسیم حتما، چطور از ایران اعتبار مدرک وکیل مهاجرتی میشه تشخیص داد؟ و چون خیلی ها ظاهرا کلاهبرداری میکنن از راه دور. بله، متاسفانه خیلی ما با این مسائل این اواخر هم مثلا برخورد داشتیم. ببینید، مشاورین اداره مهاجرت کانادا یک شماره دارن به نام R number
هر کسی که میخواد چک بکنه که وکیلشون الان اصلا عضو ICCRC هستند یا خیر، از این آرنامه استفاده میکنن، به وبسایت ICCRC مراجعه میکنن. من البته توی پیج اینستاگرام در واقع ویدیو کاملش هم قرار دادم که به چه شکلی، حتی اگر آرنامه رو هم نداشته باشن، اسم و فامیل مشاورشون رو اونجا وارد بکنن، تمام مشخصات ایشون پاپ اپ میکنه، یعنی اونجا در اختیارشون قرار میگیره و میتونن مطمئن بشن که ایشون آیا اصلا لایسنس هستن، و اگر لایسنس هستن همواره این گود استندینگ هستن یا نه، یعنی که لایسنسشون معتبر هست یا خیر. و خانم غنی، من یه سوال دیگه بپرسم. با توجه به اتفاقاتی خواهش که میکنم. افتاده و مردم بعضیا پول پرداخت کردن بابت اینکه مشاور و یا وکیلی که مثلا در کانادا قرار داره براشون کار رو انجام بده و بعد حتی فایل نامبرشون رو تحویلشون نمیدن به خاطر اینکه حالا بدبینانه یا خوشبینانه حتی سابمیت نکردن برای اون آدم، آیا راهی هست که اونا بتونن پولشون رو پس بگیرن یا شکایتی بکنن، یا چون که راه دور هستن دستشون به جای بند نیست؟ قطعا ببینید، البته این مسئله حالا سپسیفیکلی من نمیخوام خیلی بگم الان وارد پروسه شکایت بشن، به خاطر اینکه این شرایط شرایط خارج از کنترله. مثلا برای مثال الان ویزیتور ویزا پروسس نمیشه و اگر کسی خواسته که براشون ویزیتور ویزا اقدام بکنن، خب اگر براشون اقدام بکنن مثلا یا ریفیوز میشه یا کلا مثلا پروسس نمیشه، بنابراین بهتره که صبور باشن یه مقدار. ولی در کل حالا خارج از این قضیه شیوع ویروس کرونا، ما توی قراردادمون یک بخشی داریم که در واقع برای حل اختلافات هست، که توی اون بخش توضیح میدیم اگر که با کلاینت، یعنی هم ما هم کلاینت، مشکلی بین ما پیش بیاد و ما نتونیم با دوستان خودمون حل بکنیم، که در درجه اول همیشه توصیه میشه دوستان حل بشه، براشون لینکی قرار دادیم که بتونن به ICCRC کانکت بشن و به صورت آنلاین شکایتشون رو شروع بکنن و تمام فرم ها اونجا هست، یعنی ما خودمون کلاینت رو مطلع میکنیم از این مسئله و قطعا اگر که وکیل ایشون هم لایسنس باشن توی قراردادشون باید این بخش باشه و با رجوع به قرارداد در واقع بتونن که مسئله شون رو حل بکنن. بله، ولی اگر کسی مثلا هیچ حالا به قول معروف پیشینه ای تو این کار نداشته باشه و صرفا بابت تبلیغاتی که کرده، این در واقع به نوعی معذرت میخوام این واژه رو استفاده میکنم، اینکه به اسم مشاور ولی کلاهبرداری میکنن و پول دریافت میکنن برای اخذ ویزا یا حالا اقامت یا هر روشی برای مهاجرت، من بیشتر منظورم این دسته از دوستان هست. درسته. ببینید، دلیل اینکه ما همیشه، من و همکارانم همیشه خیلی تاکید داریم به اینکه قبل از اینکه وارد قرارداد بشید یا پرداختی انجام بدید، مطمئن بشید که وکیل شما یا مشاور شما لایسنس هستن. دقیقا همینه، چون متاسفانه اگر با شخصی که لایسنس ندارن کار بکنن، هر پرداختی انجام داده باشن ولو اینکه اون شخص توی ایران آفیس داشته باشه، متاسفانه دستشون به جایی، خیلی عامیانه بگم، دستشون به جایی بند نیست. ولی و اینکه هر مدرکی به صورت فراد، یعنی مدارک ساختگی، اگر روی پروندهشون گذاشته بشه، تمام مسئولیتش با خود اپلیکنت هست. یعنی خیلی به ما اخیراً رجوع میشه و میگن ما نمیدونستیم که این مدارک روی پروندهمونه و حالا ما چجوری به اداره، چون این ادمیسبل میشن، یعنی دوچار میس رپرزنتیشن میشن و کانادا برای حداقل 5 سال قبولشون نمیکنه و خب متاسفانه تمام مسئولیت با خود اپلیکنت هست. خیلی متشکرم خانم غنی. دوستی مجددا سوالشون رو حالا تکرار میکنن، من دقیقا این سوال رو میپرسم که دقیقا شما بتونید زحمت بکشین پاسخ بدین. ایشون میگن کسانی که در پروسه اپیل هستند چقدر طول میکشه تا جواب بگیرند و اگر اپیل هم جواب نگیرند و رد بشن، پروسه فدرال چقدر طول میکشه؟ ببینید، پروسه اپیل همونطور خدمتون گفتم الان چون وضعیت دادگاه ها یک کمی به هم ریخته شده و تمام قرارها پستپون شده، به تعویق افتاده، نمیشه تاریخ دقیقی براشون مشخص کرد و دادگاه فدرال هم اگر که در واقع کسی درخواست جودیشال ریویو بده، اون هم باز بستگی داره به اینکه دادگاهشون کی باز بشه و کی برگزار بشه، ولی معمولا پروسه خیلی طولانی نداره.
بله، و اینکه حالا اگر کسی در ایران هست و پی آرشون داره اکسپایر میشه، داستانشون آیا متفاوته با این مواردی که شما فرمودین یا خیر؟ باید درخواست بدن، درخواست در واقع رینوال بدن و پروسهشون تمام. من همین مطلبی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، اگر فرصت داریم من در حد 1-2 دقیقه بله حتما، بله یک حتما توضیح بدم بفهم. در ارتباط با نحوه بررسی پرونده ها در حال حاضر. ببینید، پرونده های مهاجرتی، تمام استریم های مهاجرتی، تمام روش های مهاجرتی، پرونده هاشون در حال حاضر بررسی میشه. تنها پرونده هایی که ویزا صادر نمیشه، ویزیتور ویزا و ETA هست برای افرادی که معاف نیستن. پس بنابراین در واقع هموطنان خیلی نگران هستند که چه اتفاقی میخواد بیفته برای شرایط مهاجرتیشون. خوشبختانه همه چیز داره پروسس میشه. البته به دلیل اینکه خب اداره مهاجرت و اکثر ویزا آفیس ها تعطیل هستن و به صورت دورکاری کار انجام میدن، یه مقدار تاخیر داره روی پرونده ها قرار میگیره. اما در کل همه پرونده ها از سکیل ورکر، استادی پرمیت، ورک پرمیت و کارآفرینی ها در حال بررسی شدنه و حالا با کمی تاخیر احتمالاً همه بررسی میشه. ممنون. و پرسش دیگه که دوستی پرسیدن، زانه سوالش رو بیشتره، گفتن که میشه خواهش بکنم لطفا شماره ارتباطی با مهمان برنامه رو بفرمایید، اگر که امکان داره برای شما حالا راه ارتباطی بفرمایید که دوستان تماس بگیرن. در خدمتتون هستم. اگر که از طریق شماره تلفن دوست داشتن تماس داشته باشن، از طریق واتساپ میتونن تماس بگیرن. 416 بله 800 در ببخشید 416 من چون همیشه به انگلیسی میگم بله 526 بله 78 بله 58 58 بله. دوستان عزیز 416 526 78 58 شماره سرکار خانم غنی هست. البته به شبکه اجتماعی اگر چیزی خاصی هست که آپدیت هاتون رو میذارید بفرمایید که بالا دوستان، یا در فیسبوک پرسیدن اگر که صفحه بله بله. خاصی دارید. بله، ما هم در فیسبوک در واقع صفحه داریم و هم اینستاگرام، پیج اینستاگرام ما خیلی فعاله. من واقعا سعی میکنم که تمام آپدیت هایی که میتونه کمک بکنه رو به هموطنانمون مخصوصا، یعنی ایمیدیتلی به محض اینکه این آپدیت ها منتشر میشه من توی صفحه قرار میدم. و اگر سوالی داشته باشن معمولا سعی میکنم از دوستان خواهش کنم که از طریق واتساپ پیگیری بکنن یا اینکه به صورت دایرکت حالا به اینستاگرام ما پیغام بفرستن. بسیار عالی. خانم غنی، با توجه به حجم سوال و هنوزم سوال در میاد. بله، من فکر میکنم که ما باید از شما خواهش بکنیم که یه پروسه هفتگی اصلا با شما داشته باشیم، اینجوری که بوش میاد و بتونیم هر از گاهی مزاحمتون بشیم و این قول رو بتونیم الان ازتون بگیریم که در فرصت‌های آتی هم بتونیم حتما خدمت شما باشیم. در خدمتتون هستم، خیلی خوشحال میشم بتونم کمک بکنم. خیلی ممنون از شما، باعث افتخار ما بود که شما رو داشته باشیم روی خط برنامه زنده. اگر اجازه بدیم ما از شما خداحافظی بکنیم با توجه به که دقایق خیلی اندکی تا پایین برنامه مونده، و از همین تریبون به شنوندگان عزیزمون قول میدیم که ما از سرکار خانم غنی قول گرفتیم که در هفته آتیشون رو مجددا دعوت بکنیم تا به پاسخ به پرسش های دیگر دوستان هم پاسخ بدن. خیلی ممنون از شما سرکار خانم غنی، شبتون خیلی متشکرم از شما. ممنون از ممنون، خدا نگهدار. خواهش می‌کنم. بله، سرکار خانم یلدا غنی کارشناس مهاجرت از تورنتو روی خط برنامه زنده بودن.